سلام، سارا هستم از پرژن وارس جوایز فارسی در لندن. سلام، بهار یاری هستم از پرژن وارس جوایز فارسی از ایتالیا. با یکی دیگه از برنامه های پرژن وارس جوایز فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، جناب آقای حمید غلامی. جناب آقای حمید غلامی ایشون متولد 1348 هستن، در شهرستان گیاهساران از استان کهگیلویه و بویراحمر به دنیا اومدن و تا 17 سالگی در اونجا زیستن و سپس ساکن شاهینشهر اصفهان شدند و از سال 1995 ساکن تورنتو کانادا هستند. با توجه به اینکه در یک خانواده فرهنگی متولد شدن، علاقه به شعر و ادبیات از نوجوانی در ایشان شکل گرفت و مطالعه کتب و متون ادبی دلمشغولی اصلی ایشان بود. سرایش شعر را در نوجوانی آغاز کردند و بیش از 35 سال است که در زمینه سرودن اشکال گوناگون شعر کلاسیک، غزل، قصیده، دو بیتی، چهار پاره، غزل ترانه و غیره، همچنین شعر نیمایی و دلنوشته‌های پراکنده فعالیت دارد. در کانادا از سال 1996 در انجمن دوستداران حافظ واقع در تورنتو برای سالها به عنوان مجری و سخنران با هممیهنان و همزبانان همراه بودند و چندین سال مسئول بخش ادبی هفته‌نامه شهر ما بودند. همچنین در برنامه‌های زنده تلویزیون‌های شهر ما، ITC، تصویر ایران و رادیو صدای آزاد ایران تحت عنوان شاعر و کارشناس ادبی حضور داشتند. به علاوه برگزاری صدها مجلس شعرخوانی و کلاس‌های حافظ، مولانا و شاهنامه خوانی و شعر و سخنران میزبان در ده‌ها برنامه زنده فرهنگی در انجمن هنرمندان تورنتو فعال بودند. جناب آقای حمید غلامی سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدید به برنامه. درود بر شما خانم بهار خانم و خانم سارای پرهام، ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که با شما دوستان و بقیه دوستانی که روی خط هستن، روی زوم هستن و ما رو میبینن، صدای ما رو میشنون، چند دقیقه رو یک مغازله عاشقانه‌ای با هم داشته باشیم و یک گفتگوی داشته باشیم از شعر و ادب پارسی. شاید بهتر باشه که اول با یک غزلی که راجب خودمه، چون میخوام راجب کارهای من صحبت بکنیم، اسودهای خودم براتون بخونم و بعد رو آغاز بکنیم. جایی گفتم اسم این غزل هست بیخیشترین. من گم شده در خیشم و بیخیشترینم. من گم شده در خیشم و بیخیشترینم. از بند رها گشته و بیباور و دینم. میخواره و سرمستم و هم رندم و قلاش. میخواره و سرمستم و هم رندم و قلاش. هم ساقی و هم ساغر و هم باده نشینم. در عشق نظربازم و سرگشته و شیدا. مجنونم و فرهادم و دیوانه ترینم. هم عارف بی شرمم و هم عارف بی شرمم و هم زاهد فاسق. در کوی خرابات مغان پیرترینم. در کعبه چشمت حرم از بوسه بسازم. در کعبه چشمت حرم از بوسه بسازم. من عابد اندام تو بی قبله ترینم. فردوس برین را به نگاهت بفروشم. در پای تو افتاده گرفتار ترینم. در زلف پریشان تو افتاده به دامم. در من بنگر ماه منی
ماه‌ترینم، بی خویش‌ترین خویش تو ای عشق حمیدم. من عاشق لبخند تو هم خوب‌ترینم. درود بر شما، درود می‌فرستم بار دیگه به عزیزان. من حمید غلامی هستم، همینطور که هم شما محبت کردید هم خانم برهام. بیش از 35 ساله که به کار شاعری و شعر پردازی مشغولم و متولد 1348 هستم، از شهرستان نفتخیز گچساران، و از سال 95 هم در خدمت هموطنان هستم. مهاجرت کردم در تورنتو کانادا و شعر و هنر غربت، رنگ و بوش با شعر و هنر در ایران فرق میکنه. به هر حال اینجا هدف بر این بوده که اگر این ودیعه‌ای در وجود من بوده، این ودیعه رو در شرایط متفاوت با هر بهانه‌ای، بی بهانه، با بهانه، با هموطنای عزیزم در میون بذاریم، شعر بکنیم و این نگاهبان و پاسداشت فرهنگ و ادب ایران باشیم. حالا تو زمینه‌ای که من تخصصم هست، شعر و شاعری هست و سخنوری هست، و باید ببینیم که گفت من از مفصل این قصه مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بعد از بیش از 26-27 سال که کانادا هستم، توی مراسم مختلف شرکت کردم، نوشته هام داخل هفته نامه ها مجلات خارج از کشور چاپ می شده، سردبیر بخش ادبی روزنامه شهر ما بودم برای سالها، و دوستانی که شعرهای خارج از کشور رو دعوت می کردم و دو صفحه مجزا داشتم به اسم از دور تا هنوز و در بستر لطیف شعر، که از دور تا هنوز یک بررسی جامعی بود به تاریخ ادبیات ایران، و در بستر لطیف شعر رو اختصاص داده بودم به شعرهایی که شعر جدید میفرستادن، شعرهای تازه کار بودن، حتی شعرهایی که از ایران مهاجرت کرده بودن، و اشعار اینا رو چاپ میکردیم که مشوق باشیم، تشویقی باشه. و البته به اون جهتی که انسان موجود کمالگرات، سعیم بر این بوده که تا اونجایی که احساس اجازه میداده اون شعر در کمال رو چاپ بکنیم و باعث افزایش دانش عمومی، افزایش احساس عمومی نسبت به شعر، نگاه شاعرانه، نگاه تاریخی به شعر و نگاه فرهنگی به جامعه‌ای که ادعای چندین هزار سال سابقه فرهنگی میکنیم و همه ما مسئول هستیم که با این فرهنگ آشنا باشیم، راجبش مطالعه بکنیم و اون رو در کمال عرضه بکنیم، و نسل بعد رو ما مسئول هستیم دنیا رو در شرایط بهتری تعبیرشون بدیم. اینه که به کم قانع نبودم و برنامه های تلویزیونی شهر ما رو اینجا، بخش ادبیش رو من در خدمت هموطنانان و همزبانان بودم. الان میگم همزبانان به جهت اینکه زندگی در غربت، شما فارسی زبانان افغانستان، فارسی زبانان تاجیکستان، فارسی زبانان ترکیه، پاکستان و کسایی که الف و انفتی داشتن با زبان پارسی و شعر پارسی، حتی مخاطب غیر ایرانی که عاشق این زبان شیوا و شاعرانگی زبان پارسی هستند، دوستان زیادی بودن تو انجمنهای مختلف می رفتیم و می آمدن از من می خواستن که شعر پارسی رو به انگلیسی ترجمه کنم، یا شعر، حالا توی صحبت همون حتما اشاره می کنم، دوستای خارجی بودن که دوست داشتن از نگاه یک شاعر ایرانی شعر انگلیسی بشنون، و باعث شدن که اون گفتمان باعث شد که مثلا من چند تا شعر انگلیسی هم بگم به زبان انگلیسی. و این به این جهت بود که آدم گفت، نظامی میگه ناصح مشفق که خان باشی بود، بر سر خانش زهر آشی بود، تا نماند هیچ مهمان بی غذا، هر کسی یابد غذای خود جدا.
و انجمن دوستداران حافظ اینجا بود که به اتفاق دوست عزیزی خانم مهوش اسدالله‌ای سالها پیش از 96 بنیانگذاری کردیم و من مجری این برنامه بودم. برنامه بزرگ بود، ماهانه، و سخنرانان مختلفی رو دعوت میکردیم از سن خوزه کالیفرنیا، آقای مسعود سپن از ایران یادم میاد که استاد الهی قمشه‌ای رو دعوت کردیم آمد داخل انجمن دوستداران حافظ. مهمانای دیگه داشتیم، از کابل افغانستان استاد قفوری رو دعوت کردیم به عنوان سخنران مهمان می آمدن و با موسیقی زنده، موسیقی سنتی، و من هم در کنارش بنده کوچکترین بودم و هم اجرا رو انجام می دادم و هم بخش حافظ رو، اگر احیانا بخش مولانا بود رو، و مولانا میگه تو نگو همه به جنگند و به صلح من چه حاجت، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. و برنامه تصویر ایران بود، سالها تلویزیون تصویر ایران بود که ستلایت بود و ورد واید پخش می شد و طریق شعبه تورنتو در خدمت استاد علی جانپور برنامه زنده هنری داشتیم که ایشون مینیاتور زنده و من شعر زنده اجرا می کردم به مناسبت های مختلف، ولنتاین، نوروز، پیرگان، مهرگان. به هر حال این بوده، حالا این و این را همچنان ادامه داره. و به قولی یکی از دوستان اینجا میگفت که شما شاعر مسجد و میخانه ای، یعنی اون موقعیتش واقعا بیاد برام مهم نبوده که کجاست، همینقدر که شرایطی فراهم بوده و من حرف برای گفتن داشتم و شعر برای خوندن داشتم و یک احساس برای شریک شدن داشتم، حرف خودم رو زدم و سعی کردم که خادم این فرهنگ باشم، خادم همزبانانم باشم، خدمتگزار یک آیینی باشیم که این آیین خردورزی بهندیشیه و فردای بهتر رو دیدن و امید رو اشاره کردن و از تاریخ گذشته عبور کردن، ازش یاد گرفتن و در نوستالژی نموندن. و شاید بزرگترین درسی که از جناب فردوسی من گرفتم در مطالعه شاهنامه خانیم این عبور از مرگ و خردورزی باشه و از خرافه جهل گذشتن و باور گذشتن و به آزادی و آزادگی رسیدن. و این پیغام رو در هر شرایطی و هر میزانی که ممکنه توسعه دادن بوده. حالا یه جایی گفتم میتوانم با تو من باشم، میتوانم با تو من باشم، برایت بیش و کم باشم، و یا در تار و گیتارت صدای زیر و بم باشم. بمان بمان با من، بمان تا با تو من باشم، که بی تو عشق من، زیبای من، معنای بودن می شود دریای غم باشم. و این درس با هم بودن رو و این مشق با هم بودن رو سعی کردم که تمرین بکنیم. حالا اگر فرصتی شد بازم یک شعر راجع با هم بودن دارم که من تقدیمتون میکنم، اگر سوالی دارید من در خدمت هستم. خیلی ممنون جناب آقای غلامی عزیز، خیلی لذت بردیم، ممنون از اشعار زیباتون. سوالی که از خدمت شما داشتم در مورد این که فرمودید که از دوران نوجوانی و کودکی وارد عرصه شعر شدید و این به خاطر خانواده فرهنگی شما بود، باشم کم کمی از اون دوران برای ما بگید، شرایط به چه شکلی بود که شما وارد عرصه شعر شدید؟ این سوال خیلی خیلی خوبیه و سوالیه که اینجا تو این سالها از من زیاد شده و حقیقتاً یک پاسخش من تو یک برنامه تلویزیون دیگه جای دیگه میگفتم، گفتم شاید این فقط خوششانسی من بوده که توی خانواده‌ای به دنیا آمدم که انگیزه شعر و شاعری و توجه به ادبیات در اون بوده و نهادینه بوده. من نهمین فرزند یک خانواده 10 نفره هستم و
توی خانواده شلوغی که دغدغه کتاب و شعر و شعرخوانی بوده و توجه به ادبیات بوده. پدرم زندیات پدرم سخنور بود و خیلی خیلی علاقه به ادبیات داشت، دیوان حافظ رو حفظ بود و توی مجالسی که پای صحبت ایشون می نشستم ناخودآگاه این ضمیر درون من با هارمونی و موسیقی شعر، با اون آهنگ شعر در وجودم آشنا شد و اون انگیزه بود که جلوی راه اضافه رفتن رو بگیره. و زنده یاد برادرم، برادر بزرگم، ایشون در نوجوانی انگیزه اصلی من برای مطالعه کتاب بوده و من رو تشنه مطالعه نگه می داشت. این چون خودشون کتاب می خوندن و من هم وسواس نداشتم که چه کتابی رو می خونم. حقیقتا هر کتابی، حالا محدودیت منبع بوده اون زمان، مخصوصا توی شهر کوچیکی مثل گشتاران، شهر خیلی بسته نفخیز بوده و این علاقه‌ای که برادرم و بندیات پدرم به ادبیات داشتن باعث این بود که من مطالعه عمومی رو در این زمینه افزایش بدم. بعد به تاریخ علاقه من شدم، کتابای تاریخی رو میخوندم و بیشتر انگیزه من از شاعری و پردازش به شعر، این ریشه تربیتی بوده داخل وجودم و تونستم ادامهش بدم. و اولین شعرهایی هم که میگفتم برگرفته از حس درونی نوجوانی بود، از شعرهای عاشقانه بود، متأثر از شعرهای فروغ بود، شعرهای سهراب سپهری بود. و اگر غزل میگفتم غزلی بود که مثلا به حافظ نزدیک بود، خیلی مانوس بودم با جناب حافظ و حافظخوانی. جده شبی نبود در زندگی من که من حافظ رو نخونم و به خواب برم. و حالی شاید یکی از اولین غزلهایی که من با الهام از حافظ سرودم، فکر میکنم این شعر رو من در 17 سالگی سرودم، براتون میخونم. گفتم نوگل باغ عشرتی، نوگل باغ عشرتی، بر همگان تو آیتی، ای گل نوبهار من، تو قاصد بشارتی. حجاب تن به دور کن، درا که قایتی، عزم دیار یار کن، به گلستان تو زینتی. نیمه شبان به میکده تو منبع کرامتی، تو آب را زلالتی، تو کوه را سلامتی. رحم نما به حال ما که مایه سلامتی، شهد و شکر لبان تو به بچنین حلاوتی. سرخوش و مست دیدمت، سرخوش و مست دیدمت، تو دلبرا نهایتی، تو راوی روایتی، رخ به نما قیامتی. بند زدی حمید را که باعث اصالتی، ای گل خوشگذار من، کی شودم وصالتی. این جز اولین غزلهایی بوده که من در نوجوانی گفتم یا با الهام از سهراب سپهری شعری داشتم که به اسم پشت پرچین محبت نفس خاطره ها، از فروغ الهام می گرفتم و عاشق این نو اندیشی فروغ بودم و این سنت شکنی زنانه فروغ که در شعرش تبلور عشقی بود که ملموس بود و برای اون جامعه ما اون حجابی که، اون پردهی که شعر کلاسیک رو از شعر نو جدا می کرد و ابراز احساس شخصی رو یک دیوار جلوش گذاشته بود، فروغ اون پرده رو برداشت و
همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود. این نبوغ فروغ من رو با خودش میکشید و این داستان ادامه داشت تا اینی که بعدها علاقه به نگاهی دیگرگونهی به عشق بود با سن انسان که نیست میره بالاتر از نوجوانی عبور میکنی به مرز جوانی میرسی و اون شور و هیجان جوانی اون ذهن قمارباز انسان که مولانا میگه ای یار مقامر دل، خیلی تعبیر قشنگی داره مولانا از دل قمار، میگه همه ماها قمارباز هستیم، میگه ای یار مقامر دل پیشا و دمی کم دن، زخمی که زنی بر ما مردانه و محکم زن. گر تخت نهی ما را بر سینه دریانه، وردار زنی ما را بر چرخ معظم زن. این بلندخواهی و بزرگخواهی و این رؤیا پردازی شاعرانه در جوانی باعث میشه که ذهن شما اون گستره ذهن شما هم رشد بکنه و از دغدغه شخصی به دغدغه دیگری برسی، از من به او برسی و به قول سعدی میگه هر تومار دل من به درازی ابد، برنوشته به سرش تا سوی پایان تو مرو. اینی که او رو دیدن و خود رو ندیدن و از خود گذشتن، اینا پیغامایی بوده که توی این سالهایی که من مطالعه میکردم و اون حسی که در من ایجاد می شده باعث شده که این چرخه به چرخه و این صدا هنوز هست و این احساس هنوز زنده هست. بسیار هم زیبا، خیلی تعابیر قشنگی رو عنوان کردید. فقط مسئله که می خواستم از اون سوال بپرسم، شما در انواع مختلف شعر فعالیت دارید و در مدل های مختلف شعر سرودید، میخوام بدونم خودتون کدومی که از اینها رو بیشتر به دلتون نشسته و منظورم مخاطب کدومی که از اشعار شما براشون جذابتر بوده. این سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه این سوال مثل اون این سوال شما دو بخش داره، اونی که چه سبکی از شعر بر من وارد میشه و چه سبکی رو من میپسندم و چه سبکی رو ترجیح میدم، و بخش دومش اینه که مخاطب ارتباطش با کدوم سبک از اشعاری که من براش میخونم. خب جواب این سوال یه مقدار سخته، به جهت اینه که اگه بخوام جواب شخصی بدم به سوال شما، شعر من مؤلفه شعر من شعر احساسی الهامیه، شعریه که به من الهام میشه و مثلا من نمیشینم و شعر بسازم. اینی که با توجه به اون حس درونم و با توجه به اون جانمایه درونی اطلاعات ذهنم، یک فضایی تو ذهن من شکل میگیره، یک حس میاد و من اون حس رو ثبت میکنم و فقط در اون لحظه خالق اون اثرم و نظام نیستم. که هستن بعضی از دوستانی که میشینن میتونن فرم رو میشناسن، قالب رو میشناسن و مطالعه داشتن و میتونن صنعت شاعرانگی رو میتونن به تحریر بیارن، نظام هستن، اما چون حس من شعر من حسی و الهامیه، گاهی غزل آمده غزل گفتم، گاهی بحثی بودون حال و هوای درونم دو بیتی آمده، گاهی قصیده آمده، اون چیزی که میخواستم بگم توی اون قالب آمده و من اون فضا رو ازش عکس گرفتم توی ذهنم. حالا اگر دوستان میپرسید که شما شعر رو چگونه به شما وارد میشه، حالا این چگونگی ورود شعر برای اندیشیدن به شعر شاعرانگی نمیاره، اینه که شما باید اندیشه داشته باشی و اون حس شاعری سراغ شما بیاد و اون اندیشه رو موزون بکنه یا
مقفاش بکنه یا در قالب بیارش و در حس بیارش و شما بتونی اون حس رو ازش عکس بگیرین، حبسش کنی، نگرش داری. و شعر بر من اینجوری آمده، اما مخاطب من چه شعری رو دوست داره؟ چون بیشتر برنامه های من توی این سالهای گذشته برنامه زنده بوده، برنامه بوده که اجرایی یا سخنرانی بوده یا در مجلسی بودم یا کلاس داشتم، یا برنامه من تو من نبوده که من درخواست کنم که شما چه شعری رو دوست داری برات بخونم. و جایی مثلا من غزل ترانه رو خیلی دوست دارم، اون حس موسیقی شعر منو با خودش میبره و توی شعران غزل ترانه زیاد هست. چیزی که منو با خودش میکشه بیشتر اون حس شعره تا قالب شعر، بیشتر اون حس اون پیام شعره. و اگر من به عنوان شاعر، هنرمند دیگه، موسیقیدان، فیلمساز، خطاط، اگر زبان جامعش رو بشناسه، فرم ارائه هنر ارجعیتش رو از دست میده. یعنی شما به زبان زمانه صحبت میکنی. باید ببینی هدف شما از این که شعر میگردین که هنرمند هستید چه هدفی رو دنبال میکنی. اگر هدف شما سرگرمی انترتینمنته، شما راهی رو که انتخاب میکنی راه مجزاست، مخاطب محدوده. هدفت از سرایش شعر، هدفت از درست کردن، تولید کردن یک فیلم، یک اثر هنری، یک سمفونی، هدف شخصیه و داری اون رو سرو میکنی. اگر فراتر از این باشه، یعنی شما هم در این حسی که در هنرت هست خودت هم سیال باشی و خودت هم رونده باشی، دیگه شما خودت رو خالق نمیبینی، شما هم محصول اون احساس میشی و توی اون هوا و توی اون فضا شعر میبینی. بله، درسته، حق با شماست. و من میخوام بدونم چند درصد از تجربیات خودتون توی اشعارتون استفاده کردید، چون میدونم که نویسنده ها و شاعران از تجربیات خودشون در شعرهاشون استفاده میکنن و معمولا وقتی که حوادثی براشون اتفاق میفته خیلی تاثیرگذار خواهد بود بر روی نوشتن شعر و داستانشون. برای شما چطور این اتفاق افتاده؟ این اتفاق هم در طول زمان افتاده. یعنی شما خارج از داشتهات و تجربیات، اون مجموعه افکارت خارج از اون محدوده نمیتونه قلم پردازی بکنه. مثلا من یه شعر براتون میخونم، شما میتونید یه غزل ترانه از جایی گفتم، اسم این شعر از ترانه عاشقی. این حس آمده و این حس رو من گرفتم و شعرش کردم. حالا اگه تجربه خودم در این شعر هست، حتما هست، اما ایمان دارم که این تجربه مشترک با شنوندم هم هست، با مخاطبم هم. این ایمان دارم که زندگی انسانی خارج از تجارب مشترک نیست و شاید من شاعر بعضی مواقع تنها وظیفه‌ام اینه که اون تجربه رو پررنگش بکنم برای شما. شاید یه هنرمند تنها وظیفه‌اش اینه که شما رو با اون چیزی که داری آگاه بکنه و اون برانگیختگی شعر باید هنر باید انفعالی با باید هنر انفعالی باشه. این لازمه ایجابی هنر اینه که بتونه یک انگیزه ایجاد بکنه. گفتم میخوام از آرزوام برات بگم، میخوام از آرزوام برات بگم، میخوام از فکر شبام، عشق روزام برات بگم، میخوام از قرمزی رنگ شقایق، میخوام از درد دل لاله عاشق، میخوام از عشق توی آسمونام برام بگم، میخوام از قلب شکسته، میخوام از اشک روی گونه نشسته، میخوام از حسرت دیدار تو این غم، میخوام از درد توی استخونام برات بگم.
میخوام از عشق تو و جام شراب، میخوام از چشم تو و مستی خواب، میخوام از افسون زیبایی مهتاب، میخوام از این دل بیتا، میخوام از عاشقیام برات بگم، میخوام از افیون اون نرگس مستت، میخوام از افیون اون نرگس مستت، میخوام از سحر نگاه می پرستت، میخوام از گرمی آغوش تو دستت، میخوام ای شاعر شعرای نگفتم، میخوام ای محرم رازای نگفتم، میخوام از طلوع تو تو یلدای شبام بگم، میخوام از عکس تو تو قاب چشام برات بگم، میخوام ای شمع شبای بیقراری، میخوام ای شمع شبای بیقراری، میخوام ای رود تو قلبم شده جاری، میخوام ای عشق فراری، میخوام از شهزاده قشنگ قصه هام بگم، میخوام از تو میخوام از خدام بگم، میخوام از خدام بگم. این شعر ترانه عاشقی حتما تجربه مشترک با مخاطب هم داره. کی بوده که عاشق نشده و این حس رو تجربه نکرد؟ بله درسته، دقیقا حق با شماست و بسیار شعرتون زیبا بود و دقیقا حس کردم که انگار یه نفر داره من ترانه میخونه. خیلی لذت بردم، بسیار عالی بود. ممنون از اینکه اشعارتون رو برامون میخونید، بسیار داریم لذت میبریم. باعث افتخار، خواهش میکنم. سلامت باشید، ممنون از شما. خب وقتی که اسامی شعرهاتون رو میخواید انتخاب بکنید، میخوام بدونم اسامی شعرها، اول اسامی رو انتخاب میکنید، شعر رو میگید یا نه شعر گفته میشه بعدا اسامی رو انتخاب میکنید برای سروداتون؟ معمولا شعرهای من اسم داره و اسم شعر من اون حسی که درونم ایجاد کرده، اما به صورت عمومی بعد از اینکه شعر تمام میشه اون حس رو من براش اسم انتخاب میکنم و در واقع دعوت میکنم شما رو با اسم اون شعر به دنیای اون شعر. انتخاب شعر یه جای ببین، یه شعر دارم مثلا لحظه است، یک لحظه آمده و تقریبا یه شعر بدون فعله. حالا براتون میخونم این شعر. به تصویر کشیدن یک حسی که در یک لحظه آمده. بعد که آمدم اسم این شعر رو بذارم، دیدم هیچ شعری، هیچ اسمی به جز این که اون لحظه بوده که درش این حس شعر گرفته، شکل گرفته، این شعر نمیتونسته معرف حال و هوای این تصویر شاعرانه باشه. زوده های باد، رقص های شبانه، برگ ریزان پاییزی نگاه، سایه های مهتاب، عمق بی انتهای عشق و تبسم های پرمعنای تو، قطره های باران، بارش پیاپی شعر، موسیقی دلنواز خیال، قافیه های درهم، نوت های مست، شمع های نیمه جان، شراب های کهنه، جام های شکسته و چشم های زیبای تو. این شعر تقریبا فعل درش به کار نرفته، بدون فعل آمده. حالا شبه فعل درش هست، اما یک لحظه بوده که این حس لحظه رو من تونستم توی این شعر ثبتش بکنم.
انتخاب اون انتخاب لحظه بر اساس اون لحظه اتفاقی که برای شما افتاد شعر رو سرودید و انتخاب کردید. بله بله، تقریبا اکثر شعرهای من اینجوریه که اسمشون بعد از خلقشون من براشون اسم میذارم و با این اسمم شناسه شعر رو کامل میکنم توی ذهن خودم. وقتی میخوام به اون حس مراجعه بکنم با اون شناسه بهش مراجعه میکنم. بله متوجه شدم. خب اگر بخوام ازتون بپرسم الان اشعار جدیدی که در دست دارید رو به صورت کتاب تصمیم دارید اینا رو در بیارید یا این که نه مثلا میخوام یه مجموعه شعر دارید بر خودتون درست میکنید در آینده؟ میخوام این بدونم بیننده ما منتظر باشن از شما کتاب شعر ببینن در آینده نزدیک. حتما حتما اینجوری خواهد بود. گفت زندگیات پدرم میگفت تا یا کرا خواهد و میلش به که باشد روحشون شاد. من خواستم بگم واقعا پدر بسیار با ارزش بودن و واقعا روحشون شاد به خاطر اینکه فرزندی همچون شما درود بر شما کردن و زنده باشید. واقعا باعث تقدیر هستن و واقعا روحشون شاد. خواهش میکنم. درود بر شما. ما همه وامدار گذشتگان هستیم، ما بر شامی گذشتگان زندگی میکنیم. حالا چون یکم احساسی شخصی شد صحبت شما، من این غزل رو تقدیم به زندگیات پدرم سرودم. یک عاشقانه است و اینو براتون میخونم و تقدیم میکنم به همه پدر و مادر. خواهش میکنم. گفتم یک عارفان عاشقانه هستیم. گفتم عشق نهانخانه جان را گرفت، عشق نهانخانه جان را گرفت، عشق تو ای مه همگان را گرفت. پرتو رویت چو پدیدار گشت، عشق رخت هر دو جهان را گرفت. تا نگهت دعوی تقوا نمود، کافر تو دامن ایمان گرفت. در طلب وصل زلیخای عشق، یوسف جان چاه زنختان گرفت. از اثر عشوه لیلاست این خاطر مجنون که بیابان گرفت. عشق سراپرده آزادی است، بنده عشقم که جهان را گرفت. خاک در میکده عشق بود آن که همی در همه دوران گرفت. این عاشقانه رو تقدیم کردم به زنده یاد پدرم. روحشون شاد و یادشون گرامی. درود بر شما. اما اینی که آثار منو مجموعی آثارم من تا امروز بود. این هم سوال دوستای زیادی هست در کانادا، هم گلایه دوستان زیادی هست و من گلایه هم به جان میخرم و من هنوز دلیل شخصی هم دارم خانم پرهام و خانم بهار خانم. شاعری و هنر در غربت ذاتش با هنر در ایران متفاوته. مخاطب ما مخاطب محدوده و اون چیزی که حالا چیزی که در وجود من بوده ارائه زنده آثارم بوده و دغدغه های غربت هم بوده و که باعث شده هنوز من کتاب شعرم رو چاپ نکردم، اما حتما در دست مجموعهش هست. دو سه دفتر شعر هست و یکی دیگه از علاقه شخصی اون وصفات هم داشتم برای اینه که آثارم رو چاپ بکنم. خیلی علاقه من بودم که بتونم یه فرصتی باشه که کتاب شعرم رو با اجرای خودم با صدای خودم در کنار یه سی دی یا یه شکلی که اجرای خودم هم مخاطب شعر من کتاب من داشته باشه. و دوست عزیزی دارم آقای شریعتی که تقریبا روی حدود 30-40 تا از شعرهای من آهنگ گذاشته و با صدای خودم اجرا هست. حالا حتما دوستانی که براشون فرستادم دیدن.
اما در آینده حتما این قول رو میدم که کتابم رو چاپ بکنم و امید به خدا حتما ناچیز اما تقدیم میکنم. خواهش میکنم. بسیار با ارزشه و دارم که به زودی این اتفاق قشنگ بیفته. خب میخوام بدونم برای مخاطبینتون چه کاری انجام میدید که شعراتون براشون جذاب بشه؟ از چه چیزه کمک میگیرید؟ از چه چیز برای این سوال خیلی سوال خوبیه. یه جایی بذار من جوابشو اینجوری بدم. ببینید موضوعی که من راجع به شعر میگم، ببین شعر شعر حاصل نگارش و ضبط یک احساسه یا یک اندیشه است و شاعر هنرمند محصول و تولید اون جامعه فضای فرهنگی سیاسی اجتماعی که در این زندگی میکنه، با محدودیت‌های زمانی، با محدودیت‌های مکانی. اون چیزی که جذابیت برای من داره اینه که بتونم مخاطبم رو وقتی باش شعرم رو در میون میذارم بتونم ارتباط شخصی باش داشته باشم. و جذابیت برای من اینجاست که یک چیزی اندکی بر حسی که شنونده داره بهش اضافه شده باشه. مثلا میگم شعر در غربت شعر مهاجرته. وقتی که بحران آب رو و بی‌آبی رو در ایران آدم می‌بینه و می‌بینی که هامون خشکیده است، دریاچه ارومیه خشکیده است، هیرمن خشکیده است، زاینده‌رود خشکیده است، کارون آب نداره، کرخ بی‌آبه، ناخودآگاه من این شعر یه شعری گفتم به اسم ولی باران نمی‌بارد. می‌خوام ببینم که آیا اگر از درد جامعه میگی، اگر از نیاز روز، نیازی که برای زنده بودن انسان نیازمند آگاهیه، در جهل نمیتونی زندگی بکنی، شما مجبور به آموزش هستی و آموزش خواهنده وسیله میخواد، باید وسیلهش مهیا باشه، باید طالب باشی، باید بزرگ. گفت داغ بلندان طلبه هوشمند نظام دیگه، تا شوی از داغ بلندان بلند به کم نباید قانع باشی. جایی گفتم این جزء شعرهای وطنی، دست از شعرهای من شعرهای وطنیه. این به جهت مسئولیتی که هنر همراه خودش با خودش میاره و گفتی کاش دلت از دل تنگم خبری داشت، یا ناله من در دل سنگت اثری داشت، یا شام فراغت زپی خود سحری داشت، یا نرگس مخمور تو بر من نظری داشت. گفتم ولی باران نمی بارد. من اینجا تشنه و بیمارم و باران نمی بارد. من اینجا تشنه و بیمارم و باران نمی بارد و بر من از زمین از آسمان روزی هزاران تیر می بارد ولی باران نمی بارد. منم کارون تشنه، منم کارون تشنه، منم چون زورقی در گل نشسته، منم مرداب غم کور هویزه، منان تالاب پر اندوه و تشنه. من اهوازم هوایم پر ز دود و آتش و گرد و غبار و غم. زمینم تشنه و بیتاب بینم، گلوی دخترانم خشک، صدای مادرانم خسته و پر غم، جواب ناله بی‌آبی‌ام آتش.
من ایرانم، من اندیمشک و آبادان و خرمشهر. من ایرانم، منم ایران گریانم، ز بیابی خروشانم و جوشانم، صدای چرخه درمانده از دردم، صدای زنده رود مرده و کارون بیابم. لبم لبم خشک است و عطشانم، ولی باران نمی بارد، به جایش تیر می بارد ز نخلستان کارون، آتش و شمشیر می بارد، ولی باران نمی بارد، ولی باران نمی بارد. اینو تقدیم می کنم به همه هموطنهای عزیزم که در ایران هستند و با مشکل بی‌آبی دست به گریبانند، که جان و زندگیشون گرفتاره. خواهش میکنم. ممنون از شما. سوالی که میخوام از شما بپرسم در مورد اینه که وقتی که میگن که شاعر باید خودش رو هم سطح مخاطب بکنه و یا اینکه مخاطب خودش رو هم سطح شاعر بکنه، منظورم اینه که بعضی از شاعرها در اشعارشون استفاده میکنن از چالش، یعنی اشعارشون رو به یه شکلی میگن، به یه نحوی میسراین که در اون مطالب رو یه جور گنگ مطرح میکنند و که آدمهای خاص که شاعر هستن متوجه شعرهای اونا میشن و افراد عام متوجه نمیشن. میخوام بدونم شما کدوم یکی از اشعار رو میپسندید؟ آیا نیاز هست که شاعر خودش رو در سطح مخاطب بیاره پایین، در سطح مخاطب عام نخواست که مخاطب متوجه اشعار بشه، یا اینکه نه مخاطب باید خودش رو در سطح شاعر بیاره بالا؟ خب این سوال قدیمی هنر برای هنرمند یا هنر برای هنر یا هنر برای مردم، این تقریبا همون سوال به شکلی که در طول تاریخ هم از تاریخ مدرن ایران بعد از مدرنیته درگیر این سوال هست، این چالش سنت و مدرنیته، این هنوز پاسخ مشخصی به این سوال نداده. خانم سراخان، اینی که نظر شخصی، اولا یه جایی یه اشکالی من در این نگاه از بالا به پایین بین جامعه و الیت جامعه و نگاه هنرمند به جامعه یا جامعه به هنرمند دارم. این مشکل از اینجا ساخته میشه که ما فرهنگ ما، فرهنگ شرقی ما، تاریخ اساطیری ما عاشق قهرمان سازی هستیم، هنوز درگیر قهرمان سازی هستیم، اما دنیای کوچک شده اطلاعات این هر کدوم از ماهای قهرمان هستیم، باید اون انگیزه قهرمانی و قهرمان بودن و قهرمان پروری رو در جامعه بارور بکنیم که دیگه این مشکل برطرف بشه که شما مخاطب محدوده و برای مخاطب محدود شعر میگی یا فیلم میسازی یا موسیقی میسازی، یا اینی که شما باید هنرت رو خیلی در کمالی، اینی که انسان خودش رو اینم در کمال هم میبینه، این خیلی اینم بازم یه حسیه که من باش خیلی خیلی مشکل دارم، به جهت اینه که ما مسئول این هستیم، هنرمند مسئول اینه که سواد عمومی جامعه رو بالا ببره و شما نمیتونی برای راضی نگه داشتن قشر خاصی از جامعه هنر تولید بکنی. شما وقت میگه صنعتگری دیگه هنرمند نیستی، اون دیگه شما توانایی شعر گفتن رو داری، همونجور که عرض کردم شاعر نظام میشینی و به نظم میگی یا به پیچیدگی میگی و شکستن قالب و نوآوری جزء الزامات حس شاعرانگی و حس هنرمندیه. اما این شکستن قالب به این معنی نیست که
همه گذشته رو نفی کرد و با یک زبانی با مخاطب صحبت کرد که احتیاج به سخنرانی داره. من اینجا شاهدش اینجا هست، حالا چون ایشون خودش در حیات نیست من نمیخوام بیارم، توی این شهر تورنتو دوستایی بودن، دوستایی هستن هنوزم، شعر رو چاپ کردن. بعد خب دوستای دیگه‌ای هستن، هموطنانی که مراجعه میکنن، میشناسن من رو، دل مشغولی من، حس مشترک به شعر داریم و تجانسمون باشه. مدت طولانی بود از من سوال کردن که آیا این شعری که ما خوندیم نمیفهمیم چی میگه، این شاعره چی گفته. بعد حالا اینجا شاید خاطره هم هست، من شاعر این شعر رو بعد از مدت کوتاهی دیدمش، از دنیا هم رفته، حالا یادش بخیر زنده یاد، گفتم که استاد این شعری که شما گفتید برای دوستای ما سوال پیش اومده، میشه من هم میشناخت از نزدیک و اینا، گفتم این شعر رو برای من میشه شما محبت کنید بگید انگیزه شما پیغام این شعر چی بود. یعنی اینقدر این پیغام گنگ که مخاطب سردرگمه و ایشون یه حسی رو برای من گفت، این حسه آمده بود کجا این شعر رو گفتم. یعنی یک شعری کاملا شخصی که برای توضیح اون شعر احتیاج هست که شما سخنرانی بکنی، یعنی باید یه جایی مجلس سخنرانی بذارید که اون چی. این شعر شما فکر میکنید به نظر شما که میخواید شعر بشنوید، به نظر شما که میخواید اون شعر مخاطب شعر هستی و میخواید یک حسی رو درت زنده بکنه، اون شعر میخواید یک انگیزهی در شما ایجاد بکنه، وقتی نمیفهمیش با اون شعر میخواید چه کار بکنه، به چه دردی. یه همیشه من گفتم باید یک سوالی بکنیم ما از جامعه که پاسخ شرایط موجود رو بهتر بکنه. پاسخ اون سوال، خود اون سوال چی باشه مهم نیست، اما پاسخش باید شرایط موجود رو بهتر بکنه. باید شعر رو به زبانی گفت که زبان عمومی جامعه رو، از اخلاق عمومی، دایره اخلاق عمومی جامعه خارج نشیم و اطلاعات جدید هم زبان زمانه باشه. یعنی شما مسئولیم که هم زبانمون رو، سطح عمومی دانشش رو بیاریم بالا، اما از اینکه متفاوت بگیم، آره هیچ اشکالی نداره متفاوت بگیم، هیچ اشکالی نداره که از قالب بگذره، مشروط بر این که اون حتی میتونه شما ارجاع کنی به قالب قبل، قالبی که شما از تکرار، یه جایی من گفتم من صدای تکرار، یالا بذارین شعر تکرار رو من براتون میخونم، همه ما از تکرار خسته ایم، اما اگر حرف نو در تکرار قالب باشه، گوش شنوا براش هست، باید حرف نو در قالب تکرار باشه، نه حرف قدیمی در قالب نو. حرف قدیمی رو در قالب نو زدن هنری نکردیم، ما چیزی رو خلق نکردیم. یه جایی گفتم صدای تکراری، روزهای تکراری، قرارهای تکراری، عشقهای تکراری، بهانه‌های تکراری، ترانه‌های تکراری، از تکرار خستم، از این فضای اسفبار خستم، از این همه دروغ، از این نمایش بیرنگ زندگی، از آدم ها و آدمک ها دل شکستم، من تنها تنهای تنها بر این کرانه پرغم نشستم، من دل شکستم، من سال هاست خستم. از تکرار همه ماها خسته هستیم خانم برهام. درسته. اما میتوان میشه یه شعری دارم به اسم من در هیچ، حالا میگید اسم شعر، این شعر هست من در هیچ، براتون میخونم، توی یه سبکی که گوش من و شما زیاد بهش عادت نداره اما شما رو میتونه به چالش بکشه، تعمق برای شما تعمق ایجاد بکنه و میتونید باش ارتباط بگیرید. خارج از زبان زمانه نیست اما قالبش ممکنه قالب غریبی باشه برای گوش من، برای گوش شنونده من. گفتم دیگر تو را نمیبردم با خیال خواب،
دیگر تو را نمی بردم با خیال خواب، دیگر تو را نمی شودم با شراب مست. دیگر تو ای نخفته بیدار در نگاه، دل را نمی شکند بر تو باز عشق. صبر از تو می نمی بردم از قرار دل، صبر از تو می نمی بردم از قرار دل، جان از تو می نمی کشدم از فراق درد. بر من تو ای نبوده چو لیلای بیقرار، سر بر تو می نمی دهدم باز بر به باد، افسون نمی شودم در تو با چشم، دیگر تو را نمی بردم با خیال خواب. این شعر نحوه نگارشش با غزل نرمال و معمولی متفاوت، اما هنوز میتونه با مخاطب اون پیغام احساسی رو میتونه با مخاطب در میون بگذاره. آنچنان غریب نیست که شما رو احساس گریز بکنه. ممنون از شما. خواهش میکنم. سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه، شیوه کارتون به چه شکله؟ آیا قبل از نوشتن براش شکل خاصی در نظر میگید؟ منظورم اینه که مثلا چون میدونید که شاعرها همیشه به ما میگن که ما الهام میشه به اون شعر میگیم و یه جور به خاطر شرایطی که قرار میگیرن، اون مسائلی که براشون پیش میاد بهشون الهام میشه و اشعار زیبا میسراید. میخوام ببینم شما چجوریه وقتی که میخواید، چون در مدلهای مختلف شعر میگید، آیا قبل از گفتن شعر قالب خاصی براش انتخاب میکنید؟ تقریبا نه، قالب خاصی تقریبا ندارم برای اینکه اون حسم رو بگم. اگر یک حس آنی رو میخوام ثبت بکنم، اون حس آنی معمولا یا در تک بیت برای من میاد، اگر مثلا غزل باشه یا سبک کلاسیک باشه یا قصیده باشه، دو بیتی باشه، یا به صورت شعر نو برای من میاد، یا یک دلنوشته لحظه ارتی، مثلا جایی گفتم گاهی دلم برای دلت تنگ شد، اینجور آمده، یک حس الهامی بوده آمده، گفتم گاهی دلم برای دلت تنگ می شود، گاهی برای لمحه دلم در یاد نقش تو لبخند می شود. این همین این حسیه که توی اون لحظه آمده. اما اگه بخوام یک مجموعه یک اندیشه رو بازسازی بکنم و یک پیغامی فراتر از اون لحظه خودم در اون شعرم باشه، اون فضای آمده رو، یه شعر وطنی دارم براتون میخونم، متوجه میشید که عرض من از کجا آمده. سالها پیش من کلاس شاهنامه خوانی داشتم اینجا، بعد حاصل اون شاهنامه خوانی ها هفتگی و این گفتمانی که با دوستان داشتیم و گردشی در تاریخ اسطوره و پهلوانی ایران، بعد تاریخ حمله اعراب بود و زندگی نامی عاشقانه های شاهنامه، من توی خواب دمدمای صبح یک چیزی با ذهن بیدار خوابیده بودم، بعد این شعر برای من آمد، بلند شدم توی خواب نوشتم، اون ابتدای شعر رو حافظم عکس ازش گرفته نوشتم و گذاشتمش کنار، و فردا وقتی که به اون نوت سر زدم، اون فضا رو چون تونسته بودم نگه دارم، این شعر رو کامل کردم. حالا اسم این شعر هست ایران من وطنم، و این به صورت چهارپارایی متصل برای من آمده، را میخونم براتون.
شاید یه شعر انگلیسی هم باشه برای همه ما هم ایرانیانی که به تاریخ چند هزار سال فخر میکنیم و باعث افتخارمونه، اما پلشتی‌های روزگار این سرفرازی تاریخی رو از ما گرفته. باید دست به دست هم بدیم، کمک کنیم و اخلاق عمومی رو ببریم بالا و دانش عمومی رو ببریم بالا و کمک کنیم که این تاریخ رو استحاله شده تمیزتر، بهتر، پویاتر تحویل نسل بعد بدیم و از گذشته دست بگیریم. حتما من گفتم یادمان رفته که ما بحر چه اینجا هستیم. از کردم این شعر حاصل این کلاس های شاهنامه خوانی بوده. یادمان رفته که ما بحر چه اینجا هستیم، یا برای چه از آن خانه بدین جا گردیم. یادمان رفته که تاراج شد آن مأمن عشق، یادمان رفته چه عهدی من و ماها بستیم. یادمان رفته که این خانه آرش بوده، جای جایش اثر خون سیاوش بوده، بوده جولانگه هوشنگ و فریدون سترگ، در جهان مبدع پیدایش آتش بوده. یادمان رفته که زرتشت از ایران برخاست، رستم و گیو یل و سام نریمان برخاست، آریو برزن و هم کاوه و هم بیژن گرد، هم فریبرز و فرامرز و همش خیل دلیران برخاست. یادمان رفته که آزاد بودین خاک عزیز، یادمان رفته که آزاد بودین خاک عزیز، مهد علم و هنر پاک بودین خاک عزیز، هم سراپرده شیرین و همش خانه عشق، هم نشستنگه فرهاد بودین خاک عزیز، شهره بوده است به آفاق به فرهنگ غنی، مردمش مردم آزاده به هر انجمنی، هم به گفتار و ذکردار هم اندیشه بهی، هم روان روشن و فارق زبدی اهرمنی، بر من و ماست، بر من و ماست، بر این خاک نیایش گیریم، خاک پرمهر ورا جمله ستایش گیریم، بحر آبادی و آزادی ایران عزیز، جان فشانانه ز خود راحت و رامش گیریم. کاش زین خواب گران سر زده بیدار شویم، جهل و غفلت به کناری زده هوشیار شویم، بو که با علم دوای تن بیمار شویم، هم خردمند و خردورز و خردیار شویم. با امید اون روز واقعا هم خردمند و خردورز و خردیار شویم. باید به هم کمک کنیم که در راه این سه با هم بکوشیم. بله درسته، امیدوارم که اون روز برسه که همه ایرانیان عزیزمون به فرهنگ غنی کشورمون اهمیت بدن و در راستای ارتقاء اون تلاش کنن همچون شما و این. بله این واقعا خیلی با ارزشه، به خاطر اینکه وقتی که تلاش میکنید فرهنگ ما رو معرفی کنید به تمام دنیا و تلاش میکنید که نگهش دارید، این خیلی خیلی با ارزشه و سپاسگزارم از شما. درود بر شما. درود بر شما. در خدمت شما هستم. ممنون غلامی عزیز، من که خودم به شخصه تا به الان لذت بردم از صحبتتون. درود بر شما. مخاطباتم خواهش میکنم. در ادامه لطفا به همون بگید تو جایی از گفتهاتون فهمیده که شعری یا الهامی میاد به ذهنتون و بعد از اون عکس میگیرید.
لازمه که نویسنده ها و شاعرها دفترچه یادداشت در کنارشون داشته باشن که بعد اون چیزایی که الهاما رو وارد دفتر کنن. او حتما خانم بهار خانم حتما شما اصلا هنر وقتی هنره که ثبت میشه، شما به این وسیله باید هنرتون رو ثبت بکنید. حالا اون چیزی که من بازم عرض کردم، شاید من هیچ تلاشی برای این چیزی که هست نکردم، توی خیلی اتفاقی داخل این خانواده به دنیا آمدم که علاقه من به ادبیات بوده و زندگیات پدرم هم از حافظه قوی برخوردار بوده و من توی حافظم میتونم از حسم عکس بگیرم. این روشی که من میتونم برای من برای ثبت شعر به کار میره و حتما دور و بر من الان شما نگاه بکنید پر از ورق و چک نویس و اینا، حتما احتیاجی که شما اون چیزی که به ذهنتون میرسه ثبتش بکنید. من به این مثال بذار من یک مثال برای شما میزنم. امروز 22 اپریل درسته، چند روز پیش، یعنی امضای این شعرم هست. خب این توی نوشته های من، توی دست نوشته های من شاید 15 سال پیش یه مطلع این شعر 10-15 سال پیش آمده، من یه جایی نوشتم، بعد توی دست نوشته هام گم شده بود. روز 15 اپریل داشتم این دست نوشته هامو چک میکردم، این چند خط رو پیدا کردم که نوشته بودمش و همون جایی شعر نشستم کامل، یعنی بقیهش آمد بدونی که من براش برنامه داشته باشم. حالا من ابتداشو براتون میخونم. ببین اسم این شعر هست جام. حالا برای دوستان عزیز شاید این جذابیت هم داشته باشه. در ساقی نامه های قدیم آمده که ابریق میخانه مدرج بوده، یعنی وقتی ساقی میومدش قدح رو به دور بگردانه، جام 7 خط داشته که هر خط یک اسم داشته. حالا 7 خط جام چیزی که در ساقی نامه آمده و در تاریخ آمده: فروردین، مدینه، مزور، اشک، ازرق، بصره، بغداد و جور هست. اینا اسمهای خطوط میناست و ساقی به تناسب و می رو هم به دور میگردانده اون ساقی و به تناسب ظرفی، یعنی ساقی در اون شخصیت عرفانی و اون تاریخی، اون چیزی که از ساقی در تاریخ ادبیات ایران مخصوصا بعد از ورود عرفان، شعر در عرفان و عرفان در شعر فارسی، اون ردایی که بر جامعی که بر بدن ساقی پوشونده شعر فارسی، از ایشون یه انسان کامل ساقی، روانشناس کامل، یک جامعه شناس کامل ساقی و میتونه روانشناسی اجتماعی داره، یعنی اون کسی که میخواد بهش مشروب بده رو میدونه باید تا چه اندازه بهش می بده، درسیت اون آدم چقدره، یکی تا 1 خط میخوره، 2 خط میخوره، 3 خط و اون خط آخر که اسمش جوره، معمولا اون خط آخر رو کسی خودش نمیخوره و این درس عرفانی هست در تاریخ عرفانی ایران که اون خط اسمش جوره. شما باید در طول زندگی اینقدر دوست و رفیق خوب، نزدیک، یار غار برای خودت نگه داری که زمانی که شراب جور رو برای شما ریختن و شما دیگه ظرفیت پره و نمیتونی بخوری و از منمت میفته و آبرود میره، دوستانی باشن که جور شما رو بکشن. این حالا تاریخاً که شاید شنیدی از من میگن من جور اونو میکشن، این جور اونو میکشن، این از اونجا میاد که این خط جور رو خود اون آدمی که اوردرش میده نمیخوره. حالا این شعر آمده، من گفتم شب و معلوم عرض میکنم تا کجاش بود، من بقیهش آمد. حالا این توضیحی که دادم اسم این شعر جام هست و من آمدم این 7 خط جام رو با تعبیر شاعرانه خودم متناسب با حال و هوای میخواری شاهدگردانی گفتم.
اول این فضاسازی آمده، گفتم شب و شمع و شراب و شاهد و شهد و لب و شیداد و چشم نرگس و شور و رباب و مستی دیدار یار. خب تا اینجاش مال 10-15 سال پیشه، تاریخش هم نمیدانم. بعد اینو که پیدا کردم ادامهش آمد، نوشتم شب و شمع و شراب و شاهد و شهد و لب و شیداد و چشم نرگس و شور و رباب و مستی دیدار یار. ساقیا ابریق و جام و ساغر و مینا بیار. جام اول را به یاد لیلی دریای عشق، جام اول را به یاد لیلی دریای عشق، جام مجنون وار دوم، جام مجنون های عشق، جام سوم جام مستی، عاشقی عاشق پرستی، جام چهارم جام مدهوشی، خراب از می شدن جام فراموشی، به پنجم جام عیاری، رها از جان شدن جام وفاداری، و دیگر جام دل، جام ششم جام دل افروزی دلانگیزی، به دلگردی شدن و راز دل گفتن، و هفتم جام یاران، جام جور است و جفا، جام محبت، جام با هم بودن و عشق و صفا، جام خرابات و خراباتی. اینم تقدیم به شما. اینه که خواستم توی این شعر نشون بدم که فرمایش شما باید اون حس رو حتما ضبط و ثبت کرد، حتی اگر بعدها میخواید اون شعر رو اصلاح بکنید، احتیاج به تعمیرات داره و از نظر زیبایی شناختی روش کار بکنید، اما باید حتما یک یادداشت کرد، باید حتما ثبتش کرد تا بشه بعدها ازش استفاده کرد. خیلی عالی. جناب آقای غلامی عزیز، چقدر انتقاد پذیر هستید؟ آیا خواهر خودتون رو نقد میکنید؟ این سوال خوب، باید شما منو نقد بکنید. آره ببینید خانم بهار خانم، این بحث نقد و کریتیکال مایند، این یک بحث تاریخیه. من یه اشاره خیلی کوتاه و گذرا دارم خدمت شما. این کریتیکال مایند از بعد از رنسانس فرهنگی در اروپا، دوره کریتیکال مایند داریم که 100 سال طول کشیده بعد از انلایتمنت. جامعه ما جامعه نیست که تجربه ی رنسانس داشته باشه. تجربه تاریخی رنسانس ما ایرانیان نگذروندیم. اون دوره روشنگری رو جامعه ما آزمون و خطاش نگذرونده. دوره نقد و دوره جامعه ما آزمون و خطاش نگذرونده. اون دوران رمانتیسیسم رو ما نگذروندیم. اینی که در تعریف کلماتی که از بعد از رنسانس زبان ادبیاتی ما شده، زبان محاوره‌ای ما شده و پولیتیکال ساینس رو تشکیل میده، در جامعه ما با جامعه غرب متفاوته. نقد هم یکی از اون مباحثه. البته که شما به هر کسی بگید شما خودتون رو نقد میکنید، جوابش این هست که بله من خودم رو نقد میکنم. اما سوال بعدی اینه که به چه جهتی نقد میکنید؟ سوال بیشتر مهم اینه که برای چی شما خودتون رو نقد میکنید و برای چی از نقد با اون نقد میخواین چه کار بکنید؟
و اون تعریفی که از نقد در جامعه ادبی تاریخی ما هست، یه مقداری خطوطش و مرزش با تخریب، با نگاه عقیدتی، با برخورد شخصی، با اینا قاطی شده. البته که انسان دوست داره که نقد بشه و اصلاح بشه و بتونه نظر متفاوتی رو بشنوه، و شاید بیشترین کسی که نقد میکنه خودم رو، من خودم خودم هستم. حالا اینو تجربه من بوده، 30 سال خارج از ایران بودم، با کریتیکال مایند آشنا شدم، خودم رو، گذشته خودم رو، شعر خودم رو سعی میکنم نقد بکنم، و به این جهت نیست که اون گذشته رو اصلاح بکنم، به این جهتی که در آینده درست تر زندگی بکنم. برای ناامیدی نیست، نقد یکی از پیغامهای بزرگش امیدواری به آینده بهتره و دنیای بهتر درش بودنه. با تخریب فرق میکنه، اما این فاصله نگاه به نقد در جامعه ادبی ما از نظر تاریخی بعد از مشروطه، شما نگاه میکنید منتقدین ادبی ما هم تحصیل کرده هایی بودن که آمدن مسافر غرب بودن، برگشتن ایران، این نگاه نقد نقادانه براشون جالب بوده، اما متاسفانه به خاطری که شرایط سیاسی اجتماعی اون دوره که در زندگی میکردن به برخورد شخصی کشیده شده، به نگاه عقیدتی کشیده شده. بیشتر منتقدین ما دلمشغولی سیاسی داشتن و منتقد بودن. بعدها منتقدین نقد دلیل بر روشنفکری شد در جامعه ما، یعنی یعنی کسی که میخواست بگه من روشنفکرم با نگاه نقادانه وارد بحث ادبی میشه. و اینه که هنوز ما جامعهمون تعریف درستی از نقد نداره، و هر کسی، شما تو روزمرگی زندگی خودت، حالا من اینجا با جامعه ایرانی در ارتباطم، در خدمتشون هستم، و توی ایران همه راجع به هر چیزی نظر دارن. این غیر ممکنه که شما راجع به هر چیزی نظر داشته باشی، اما تقریبا غیر ممکنه در یک جمعی شما بشینی و نگی من یه جام درد میکنه و هر کسی برای شما یه تجویز نکنه. غیر ممکنه که راجع به سیاست حرف بزنی هر کسی نظر نداره. غیر این به این جهته که این تعریف ها جا به جا شده، تعریف خاص نیست، و نه فقط با سوادی مشکل شده، نه فقط بیسری، زمانی جامعه ایران شدیداً با این بیماری مفرط بیسوادی 100 سال پیش درگیر بوده، بعد یه عده خاصی با سواد شدن، شرایط مهیا شد، دانشگاه ملی باز شد، تونستن، بعد سپاه دانش آمد جز اون طرحهای پادشاه فقید، سپاه ترویج آبادانی، کم کم نهضت سواد آموزی آمد، و الان شما نگاه میکنی هر گوشه ایران، توی هر شهر شهرستانی، توی هر دهات یک دانشگاه زدن، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد، و این الان مشکل توهم باسوادی، یعنی شما مرز بین باسواد و بیسواد و کمسواد تقریبا از بین رفته. اینی که پیش بردن کار علمی، پیش بردن کار اجتماعی درست، پیش بردن کار سیاسی درست، پیش بردن کار فرهنگی درست به مشکل میخوره، و این مقوله نقد هم خارج از این داستان نیست. اما خیلی خوشحال میشم اگر کسی این به قول اینجا یاد کرودنشالشو داشته باشه و اون قابلیت اینو داشته باشه، سوادش از من بیشتر باشه، نگاهش ظریف‌تر از من باشه، و شعر من رو نقد بکنه و من رو آگاه بکنه، من رو انسان بهتری بکنه، و بتونم شعر بهتری بگم و به حسم رو بهتر بگم. مشروط بر این که باید کسی که شما رو نقد میکنه در زمینه اون زمینه‌ای که شما رو نقد میکنه آگاهی داشته باشه، باید برایش زحمت کشیده شده باشه. درود بر شما. خب در فرمایشاتون اشاره کردید که از شاعرایی مثل فروغ، سهراب سپهری و حافظ متأثر بودید. آیا اشعار شاعران دیگه ایرانی یا غیر ایرانی بودن که
بتونن شما از اونا تحصیل گرفته باشین. آره شعرهایی که عرض کردم اون دوران نوجوانی دوران مطالعه مستمر بوده و خب فردوسی شاهنامه در دسترس بوده، حافظ در دسترس بوده، دیوان شمس بوده، بعدها شعر نو بوده، اون شعر نیما بوده. آدمایی که زیاد در زمان اون شاعران در اون نوجوانی تا جوانی و بعد از اون باعث الهام بودن، عرض کردم فروغ بوده، سیمین بهبهانی، زنده یاد سیمین بهبهانی بوده که من نگاه سیمین، زنده یاد پروین اعتصامی بوده که با اون نگاهی که به ادب، با اون زنجیرهای فرهنگی که به دست و پاش بسته شده، به ذهنش و زبانش بسته بود و اومد از تعابیر جدید در شعر استفاده کرد، تونست زن شاعره رو معرفی بکنه. اینا باعث الهام بوده. حمید مصدق بوده، ملک و شعرهای بهار، من خیلی ازش الهام گرفتم. زندیار دکتر مهدی حمیدی جز شعرهایی بوده که بسیار بسیار هنوز که هنوزه اون زمزمه مرگ قوش و بر امواج سندش و اینا هنوز توی ذهن من اون زندگی و پویاییشو داره. و بسیار از دکتر مهدی حمیدی کتابی داره به اسم فنون شعر و کالبدهای پولادین آن، حتما من اینو توصیه میکنم به شعرهای جوان که این کتاب رو پیدا کنن، بخونن و باش معنوس بشن. سبکهای مختلف ادبی، احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج، اینا همه شعرهایی بودن که بعدها با مطالعه بیش. یکی از چیزایی که یکی از دوستای من از من میپرسید که آقای غلامی ما چی کار بکنیم که به مطالعه شعر علاقه من بشیم. خب جواب من اینه که مطالعه کنید. میدونید ببین شما اگه میخواید راجع به ادبیات، شما بچه‌ای که به دنیا میاد بدون زبانه، چند سال طول میکشه تا زبان مادری رو یاد بگیره؟ با چقدر تکرار اسم مادر رو یاد میگیره؟ باید براش وقت و مطالعه کرد. اگه میخواید ادبیات رو، شعر رو بشناسید، با اینی که میتونید 4 تا جمله رو کنار هم بذارید و حالا داخل یک تیک قالبی بذاریش، اینا این کفایت نمیکنه. شما باید تاریخ بعد مطالعه کنی، بعد از گذشتگان بعد ببینی این اندیشه از کجا آمده. و اگه شما میخواید بفهمی حافظ چی میگه، شما ملزم این هستی که تاریخ عرفانی ایران رو بخونی، بعد به تاریخ علاقمند باشی. اگه میخواید بدونید مولانا چی میگه، شما باید قرآن رو بخونی. شاید من 5 بار تمام قرآن رو، چه به عربی که نمیفهمیدم چی میگه و چه به فارسی، خوندم تا میدم این قصص الانبیایی که آورده، این اشاراتی که از امثال و حکمی که آورده از کجا میاد، شأن نزول این آیه کجاست. یعنی شما رو وادار میکنه که دانش عمومی تو اضافه بکنی. شما اگه میخوای از عطار بخونی، از مولانا بخونی، از خواجه کرمانی بخونی، ملزم این هست که مطالعه اسلامیت رو، دانش اسلامیت رو ببری بالا. اینی که نگاه شخصی به دین چیه، ربطی به این چیزی که من عرض میکنم نداره. برای فهم بیشتره و اتفاقاً که در آگاهی بیشتره که شما میتونی جهل رو از افکارت تفکیک کنی، جدا کنی و پالوده نیکندیشی رو، بهندیشی رو در ذهن خودت استوار نگه بداری. یعنی برای شعر مثل هر مهارت دیگه ای ما نیاز داریم که صبر داشته باشیم تا تو مسیر قرار بگیریم و عجله میتونه خودش ببین عجله خانم بهار خانم، ببخشید، این عجله ای که شما میفرمایید، عجله با آدمی که دانش کامل داشته باشه، دانش داشته باشه، عجله نمی کنه. و اگر شما عجول باشی حتما اشتباه میکنی. حالا سفارشی که من
سالها بخش اون صفحه در بستر لطیف شعر رو اینجا داشتم در شهر ما، و دوستانی که برای من شعر میفرستادن من حتما توی اون صفحه اشاره کرده بودم که حتما شماره تلفنتون رو برای من بذارید توی شعراتون، و اگر کسی شماره تلفنشو نمیذاره شعرشو چاپ نمیکردم. به این جهت که قبل از چاپ ما باید راجب شعر با هم دیگه حرف بزنیم. شاعر جوان این قراره که این تجربه من کی منتقل بشه به نسل بعد؟ مخاطب من اگر شما نباشی مخاطبی من ندارم. شما باید بتونی کلامت گیرایی داشته باشه. بیشترین ایرادی که توی شعرهایی که به دست من میرسید این بود، این بود که این قریعه شاعری بود، اون حسه بود، اما گزافه گویی میکردن. یعنی شعر رو به درازا بحث رو به درازا می بردن و از قالب خارج می شد، و من زنگ می زدم با شاعر اون شعر می نشستیم حرف می زدیم، بعضی وقتا می اومدن دوستانه با هم می نشستیم، کافی می خوردیم، قهوه می خوردیم. و اگر اون این فضای نقد که شما می فرمایید من تمرینش کردم که می نشستیم شعر رو برای اصلاح، برای بهتر شدن اون اندیشه به هم دیگه راهنمایی میگیم، گایدنس میدادیم به هم دیگه که آقا شما این قسمت شعر پیغامش خوبه، اینجا زیاده گویی کردی، بعد بتونی کوتاه بگی، مدیر بگی، زیبایی شعر در ایجادشه. و اگه شما بخوای به تعجیل باشی و قدرت نقدپذیری نداشته باشی و همینقدر که میتونی یه چیزی رو بگی، البته که این زیاد بردی نخواهد داشت، و این تکرار و عدم توانایی در ابراز احساس خمودگی میاره و یأس و ناامیدگی میاره. خیلی عالی، ممنون. در آخر بخواهم بدونم هر دیگه ای هستش که شما دوست داشته باشین به دوش بیننده ها و شنونده ها مون برسه، یا برای کسایی که این راه رو میخوان شروع بکنن و یا تازه کارها؟ اولا که من خودم رو اولا در اون مقام نمیبینم که پیغام برای کسی که اهل دل و اهل قلم، هر کسی که حسش رو در هر شرایطی ابراز میکنه، ثبتش میکنه، برای من قابل احترامه، و من به عنوان معتکف این راه، سالک این راه، هر نوشته ای رو میخونم با هر احساسی لذت میبرم. اما اگر هم چیزی گفته میشه، عرض کردم اون نگاه مسئولانه است، ما نسبت به همدیگه مسئول هستیم و چون همدیگه رو در کمال میبینیم. توصیه من عرض کردم اون چیزی که هنوز من خودم به عنوان پوینده و جوینده شعر و شاعری میبینم، مطالعه مکرره، و اینی که از تکرار آدم نترسه، از سوال کردن همیشه کمک هست، بعد از آدم درستش کمک بخوایم، توی جامعه تو هر زمینه کمک هست، و هیچ وقت راه بسته نیست، هیچ وقت بن‌بست نیست، هیچ وقت ناامیدی نیست، همیشه فردای بهتر هست، همیشه آدمی هست که از من بیشتر میفهمه، بیشتر میدونه و کلامش راه گشادتره، بعد اونو پیدا کرد، از اون سوال کرد و باید ادامه داد، بعد ناامید نبود، اما باید برای تکاملش مطالعه کرد. و اون سفارشی که همیشه کردم اینه که اگر دوستای جدیدی، دوستایی که میخوان تازه دست به قلم بزنن، اون چیزی که کمک میکنه اینه که اندیشه پراکندهشون رو جمع بکنن، سخن به ایجاز بگن. این راه موفقیته. یه جایی توی یکی از سخنرانیام میگفتم که کم گوی و گزیده گوی چون دور. بعد یکی از این دوستان بعد از برنامه آمد گفت که آقای غلامی شما شاهنامه رو نگاه میکنی 65,000 بیت، نمیدونم مولانا نگاه میکنی 60,000 بیت، هفته این قانون کمگوی. گفتم دوست عزیز شما این 60,000 بیت رو میبینی، اما اون پوری رو که این مجیزشه، این ایجادشه رو نمیدونی چقدره. اگر مولانا میخواد هر چیزی که میدونه بگه، این گزیده اون دانش انبوره، این خود این گزیده است. بعد گفت این نگاه هم برای من جالب بوده، حالا باید سعی کنیم به ایجاز بگیم و هنر راه خودش رو پیدا میکنه. اگر اجازه بدید
من یه مثنوی عشق دارم براتون میخونم، شاید توی این شعر مخاطب من عشقه. عشق یعنی اسم شعر هست، مثنوی عشق. عشق یعنی، عشق یعنی از من و تو ما شدن، عشق یعنی از من و تو ما شدن، عشق یعنی فارغ از تنها شدن، عشق یعنی اشک‌های نیمه شب، عشق یعنی سالم اما غرق تب، عشق یعنی معنی آزادگی، عشق یعنی مهربانی سادگی، عشق یعنی با تو تا مرز جنون، غرق گشتن غرق در دریای خون، عشق یعنی بخشش بی انتظار، جان سپردن شادمان در کوی یار، عشق یعنی قید دنیا را زدن، قصه امروز و فردا را زدن، عشق یعنی جمله شادی دلخوشی، عشق یعنی بیخیالی سرخوشی، عشق یعنی یک سبد دلواپسی در میان جمع اما بی کسی، عشق یعنی آمدم تنها نرو، عشق یعنی جان من بی ما مرو، عشق یعنی چشمه پر نور مهر، عشق یعنی آتش اندر جان شعر، عشق یعنی مثنوی یعنی غزل، عشق یعنی طعم شیرین عسل، عشق یعنی بی نهایت خواستن، عشق یعنی سوختن هم ساختن، عشق یعنی دستهای گرم تو، عشق یعنی چشم پر آزرم تو، عشق یعنی لمحه آغوش تو، عاشقانه جام وصلم نوش تو، عشق یعنی چوبه دار وفا، عشق یعنی وادی جور و جفا، عشق یعنی ناز کن من میخرم، عشق یعنی ناز تو تاج سرم، عشق یعنی جام لبریز از شراب، حال شورانگیز و بی پایان و ناب، عشق یعنی خانم بر باد رفت، او که آمد قصه ها از یاد رفت. سپاس فراوان، عالی عالی، درود بر شما، لذت بردم، ممنون، درود بر شما، سپاس از شما، سپاس های قلامی عزیز، امشب خیلی بیار لذت بردیم، ممنون از شما، خواهش میکنم، درود بر شما. این گفت آمدم، مولانا میگه آمدم که ره زنم بر سر گنج شهر زنم. شما امروز اجازه دادید که من به گنج دل همه شما دوستان بزنم و خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و جای سپاس داره، جای قدردانی داره و ممنون از شما که وقت عزیزتون در اختیار ما قرار دادید. امروز من و همکارم در خدمت شما بودیم و خواهش می‌کنم که پرژن ورز این بستر رو فراهم کرده برای اینکه ما شما عزیزان رو ببینیم و ازتون قدردانی بکنیم. سپاس از شما و براتون آرزومندی و تندرستی دارم برای شما و خانواده محترمتون. درود بر شما، سپاس دارم از برنامه جوایز پارسی پرژن اوارد. امیدوارم که این برنامه ادامه داشته باشه و یه جایی گفتم تو اومدی یا عشق رو برای من رقم زدی، یا عاشقانه براتون میخونم و
از حضورتون مرخص میشم. گفتم تو اومدی و عشق رو برای من رقم زدی، تو آسمون قلب من یواش یواش قدم زدی، تو مثل اون مسافری که چشم به راه زیاد داره، با یک نگاه تو چشم من زندگیمو به هم زدی. تو این کویر بی کسی تو اومدی و کس شدی، منی که نیمه جون بودم برام مثل نفس شدی. تو باغ زرد دل من تو اومدی و گل شدی، تو جام میخونه دل مثل شراب و مل شدی. من از تو مست عاشقی تو پر ز ناز و دلخوشی، من از تو پر ز شاعری تو مست عشق و سرخوشی، تو بین رؤیا و جنون برام مثل یه پل شدی. تو اومدی که غم بره، با خنده هات دلم بره، جونم رو میدم به چشات، نمیذارم که تو بری، حتی اگه سرم بره، حتی اگه سرم بره. جانتون سلامت. زنده باشی. سپاس از شما، سپاس از احساس قشنگ شما، سپاس بزن. قربان شما. ممنونم. من مجدداً تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم. منم شما رو به خدا. ممنونم خانم بان. درود بر شما. شب خوبی داشته باشید. زنده باشید. خدا نگهدار. امید دیدم. درود بر شما.